سرخط خبرها. جان باختن 7 تن در یک رویداد ترافیکی در غزنی. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ناامن ننګرهار. و نامزدی الیزابت بارن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. سلام و وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 21 ماه دلو سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. در یک رویداد ترافیکی در ولایت غزنی 7 تن جان باختند. این رویداد پیش از چاشت امروز در ساحه مولانا و بابای ولسفولی اندر غزنی رخ داد که در نتیجه 7 تن از سرنشینان این موتر کشته شدند. حوالی ساعت 11 پیش از شش امروز بر اثر یک رویداد ترافیکی در ساحه مولانوغ بابای ولسوالی اندر ولایت غزنی 7 تن جان باختند. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ملکی غزنی با تایید این رویداد میگوید که 800 جان باختگان این رویداد به خانواده های آنان سپرده شده است. حادثه ترافیک که امروز در منطقه مولانا با صورت گرفته بر شفاخانه ولایتی کدام زخمی و کشته انتقال نشده. معلوماتی که ما از ساعت داریم تنها 7 نفر کشته داشته که مردم هم منطقه بوده و اجساشان به منطقه انتقال شده. یه حادثه چند بجه صورت گرفته؟ تقریبا ساعت 11 بجه. به احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و یخ بستن جاده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در کشور است. رئیس جمهور غنی به ولایت ننګرهار رفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده به ولسوالی غنیخیل ولایت ننګرهار در شرق کشور رفت. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه نوشته است که رئیس جمهور در جریان این سفر با بزرگان ولسوالی های غنیخیل، اچین، نازیان و مومندره دیدار و از نقش برجسته آنان در همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی برای شکست داعش از این منطقه قدردانی کرده است. در همین حال دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار گفته است که آقای غنی در سخنان در میان مردم ولسوالی های ششگانه شنوار از قربانی های مردم در برابر داعش ستایش کرد و شکست قطعی این گروه را در ننګرهار اعلام کرد. ولس امنیتی و دفاعی قوا او طول حکومتی اداره په یو خط کې په اتحاد، په اتفاق، په همغږي درېدلې دي. له امنیتي او دفاعي قواونه مننه کوم. جناب قماندان صاحب قول اردو، جناب لوی صاحب، جناب موین صاحب، جناب خوشحال خان، جناب باد صاحب، قماندان صاحب د امنیت، رئیس صاحب د امنیت ملي، ټول قماندان صاحبان او معلومدار د ولایتي شورا نه ټولونه مننه کوم. واقعا نوی هم ماسم جوړ کړه. هیله ده چې لیوال صاحب خپل نوی اشعار ولولي په دې برخه کې. یو ورځ به دا حماسه ټول افغانستان ورباندې افتخار کوي. ننګرهار در شرق کشور یکی از ولایت های ناامن است. در سال های اخیر گروه داعش در این ولایت به شکل گسترده فعال بوده است. نیروهای امریکایی در سال 1396 برای نخستین بار یک بمب بزرگ به نام مادر بمبه ها را برای در هم کوبیدن لانه های زیرزمینی گروه داعش در ننګرهار استفاده کرد. از یک حمله خونین تروریستی در شهر کابل جلوگیری شد. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت فردی خبر می‌دهد که قصد حمله انتحاری در شهر کابل را داشته است. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که منصوبین پلیس لوگر حوالی ساعت 11 شب گذشته یک انتحار کننده را همراه با یک اراده موتر کرولای مملو از مواد انفجاری از مربوطات ولایت لوگر بازداشت کردند. به نقل از اعلامیه وزارت داخله، این فرد انتحاری با موتر حاملش به سمت کابل در حرکت بود که از سوی نیروهای پلیس ملی بازداشت شد.
وزارت داخله می افزاید که انتحار کننده قصد انجام یک حمله تروریستی را در شهر کابل داشت. مخالفان مسلح دولت تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. از توجهتان به داشته‌های خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.